حال دنیا که تعریفی نداره، امیدوارم شما حال دلتون خوب باشه. سلام، علی حسین پور هستم، شاعر و ترانه‌سرا. خوش اومدید به موزیکلند و سپاس از اینکه ما رو تماشا میکنید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه امروز، اگر با محتوای رسانه موزیکلند ارتباط برقرار میکنید، حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید که اگر برنامه جدیدی اومد حتما با خبر بشید. اگر هم فکر میکنید محتوای این رسانه میتونه برای دوستانتون جذاب باشه، ویدیوها رو واسه شون بفرستید تا اونها هم بتونن همراه ما باشن. بریم برای معرفی هنرمندمون با صدای جذاب مهدی گنجه‌ایفر. در روزگاری که اکثر ستاره های درخشان آسمان موسیقی در حال سوسو زدن هستند، یکی از پرچمداران خواننده های دهه 70 و برآمده از نسل خوانندگان دور از وطن، همچنان با قدرت و شکوه خاصی می درخشد. کسی که برخلاف پیشکسوت‌هایش هیچگاه بزرگانی که او را به قله رساندند را از یاد نبرد و هیچ زمان پا در بیراهه‌هایی که او را از مسیر صحیح هنر و اخلاق دور می‌کردند نگذاشت. این دلاور بختیاری در آستانه 60 سالگی همچنان در موسیقی پاپ و سنتی ایران جوانی می‌کند. این شما و این صدای جاودان عشق. صدای جاودانه عشق، این عنوان رو قطعا نمیشه به هر کسی داد. امروز میخواییم در مورد خواننده ای صحبت کنیم که شاید بشه گفت کوکترین آوازخوان ایرانه. امید سلطانی متولد 6 مرداد 1341 در تهران، اصالتاً لوره که پدر و مادرش اهل چهارمحال و بختیاری بودن، از 9 سالگی متوجه میشه که علاقه به خوندن داره. البته علاقش به هنر بوده، استعداد بسیار خوبی توی نقاشی داره که همین ژن خوب هم به دخترش یاسمین رسیده. به خطاطی هم تسلط نسبی داره. توی دوران دبیرستان هم 2 سال توی رشته خوانندگی نفر اول اردوی رامسر میشه. 18 سالش که میشه میره سربازی. اون دوران جنگ ایران و عراق بوده. امید هم به عنوان سرباز از لشکر 92 زرهی اهواز اعزام میشه به جبهه جنگ. دوران طلایی جنگ بوده. فکر کن شب عملیات امید با اون صدا بخونه، دیگه سربازا چه روحیه‌ای میگرفتن واسه جنگیدن. سربازیش که تموم میشه میره ترکیه، توی دانشگاه مارمارای ترکیه مهندسی معماری میخونه و فارغ التحصیل میشه. اما برای اینکه بتونه هزینه های زندگیش رو تامین بکنه، همون زمان که دانشجو هم بوده توی کابارهای ترکیه شروع میکنه به خوندن. موزیکای فارسی میخونده، موزیکای ترکی استانبولی میخونده، حسابی هم طرفدار پیدا کرده بود و خودش هم بارها گفته بخش بزرگی از تجربه خوانندگیش رو توی همون زمان توی اجراهای ترکیه به دست آورده. تو همون سالا زنده یاد کیومرث سلیم‌پور با صدای امید آشنا میشه. استانبول شروع میکنن به تولید اولین آلبوم که اسمش باران بود. شرکت ترانه آلبوم رو خوشش میاد، تهیه میکنه و پخش میکنه توی سراسر اروپا و آمریکا. اولین آهنگ هم که اسمش باران بود با ترانه رحمان شکوفه پور و کیومرث سلیم‌پور حسابی میگیره و به قولی منفجر میشه. اما چون تصویری از امید نبود، خیلی ها به اسم خواننده غایب میشناختنش، تا اینکه برای اولین بار حمید شبخیز تصویر امید رو پخش کرد از تلویزیون خودش و از اونجا بود که مسیر امید از استانبول ترکیه کشیده شد به آمریکا. باران میبارد امشب، میخوام مست بشم، عاشق یک دست بشم، بدون بی تو شب راهم دم من گوشه یه دنج اتاقه. خودت میدونی عزیزی امینه که میگریزی، بذار همه بدونن عاشق چقدر خماره، چشا لبات گل اناره، به این قشنگی ده آقای مهتاب. بابرکی بابرکی سایه برکی، هنوز این دل گرفتاری با تو تا ابد یاری، هنوز این دل گرفتاری. سر تو بذار و شونم خوابت بگیره، باورم کم کرده ان ای بهترین، اما تو باور. حضرت عشق بفرما که دلم خانه تو.
بعد از ورودش به آمریکا انقدر که صداش طرفدار پیدا کرده بود، اولین کنسرتش توی هالیوود پالادیوم سولداد شد. سالانی که شاید دو سه تا خواننده همزمان میتونستن پرش بکنن، امید با اولین کنسرتش پر کرد اون سالن رو. بعد از موفقیت آلبوم اولش 4 آلبوم دیگه به اسمای، اگر درست یادم بیاد، هر دو عاشق، سربلند، حضرت عشق و پرسه های عاشقانه رو منتشر کرد. اونها هم آلبوم های موفقی بودن و روند صعودی امید داشت به خوبی پیش میرفت تا اینکه مهلت اقامتش توی آمریکا تموم میشه و مجبور میشه بره به اسرائیل. توی سالهایی که اسرائیل بود اجرا نداشت، اما در واقع اجرا داشت اما کار جدیدی منتشر نکرد، تا اینکه سال 2002 برگشت به آمریکا و آلبوم پیروزی رو منتشر کرد که توی این آلبوم یه ترانه از مسعود فردمنش به نام همسفر هست. این ترانه رو امید برای همسرش آرزو خونده که هر وقت این ترانه رو میشنوم به قلم زیبایی مسعود فردمنش آفرین میگم که چقدر خوب این ترانه رو سفارشی نوشته. سفر به این قشنگی، من و تو همسفراشیم، ما مسافرای عشقیم، میمیریم از هم جداشیم. چه بهارای قشنگی که اومد به خونه ما، چه هوایی تازه میکرد دلای دیوونه ما. همسفر خسته نباشی، خدا عزتت بده، پاسخی به این همه مهر و محبتت بده. گفتی آرزوی قلبت رو بگو، آرزوی تو رو داشتم آرزو. تو بودی عشق بزرگ رویاهام، پی تو دنیا رو کردم جستجو. اون روزا که زندگی جز گرفتاری نبود، تو بودی که خستگی به تنم کاری نبود. خلاصه بعد از آلبوم پیروزی، آلبوم از اجرای زنده کنسرت امید که بی‌نظیر هم بود بیرون اومد و سه آلبوم دیگه به نام انتظار و شب میلاد و فکر میکنم هوای آزادی، این سه تا آلبوم هم منتشر شد و دیگه تمام. الان هم در حال تولید آلبوم جدیدش به اسم ناامیدی هرگز هستش. بریم چند تا دیگه از کارهای زیبا و به یاد موندنیش رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم. هم سفر خسته نباشی، خدا عزتت بده، پاسخی به این همه دو محشری، از همه سری تو یک افسونگری. آره پیروز شدم، قلب غمو شکست. این گل رویایی، این مظهر زیبایی، تو عروس شد. دروغ هرچی گفتم جز این که گفتم عاشقم، من عاشقم. مانده بودی اگر نازنینم، زندگی رنگ و بوی دکشیرین است. سوزدن اینم گیج اجبادم که اینم پردواری. تو بهاری رقیب نداری، رزون دنیا فکر... نکته‌ای که در هنر و کاراکتر امید خیلی شناخته شده است، سلامتش در انتخاب کارهاش و سلامتش به عنوان یک هنرمند. حاشیه‌هایی که دور و برش هست تقریبا نزدیک به صفر و تمرکزش بیشتر روی هنرشه. هرچند یه شایعه خیلی خنده‌دار هم در موردش بود که میگفتن برادر مهران مدیریه. همچنان همکاریاش رو با بزرگانی مثل صادق نجوکی، منوچهر چشم‌آذر، جهانبخش پازوکی و مسعود امینی ادامه میده و هیچ وقت به خودش قره نشده که این صدای منه باعث شده من بشم امید. با اینکه همکاری‌های با ایران هم داشتم و به خاطر پرداخت نکردن حق کپی رایت، به خاطر اینکه کار مجانی بخواد اجرا بکنه، هیچ وقت به بزرگانش پشت نکرد و هنوز هم برای کسایی که پیشکسوتشن خیلی احترام قائله. میشه گفت امید بنده پول نیست. بارها برای پناهنده‌های ایرانی توی کشورهای مختلف کنسرت رایگان برگزار کرد. برای بچه‌هایی که بیماری قلبی داشتن کنسرت گذاشت و هزینه‌اش رو برای درمانشون داد. و این خیلی ارزنده است و یکی از رسالت‌های یک هنرمند مردمیه. به جای اینکه سایت شرط‌بندی تبلیغ کنه، کارهای انسان دوستانه کرده، از شهرتش در مسیر درست استفاده کرده و فرهنگسازی درستی کرده. بریم یک سری دیگه از کارهای زیبای امید رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم. عجب شعر قشنگی واسه چشمات سرودم، فقط خواستم. ماه کمونی انگاری، ناز آسمونی انگاری، دل بونه گیر عاشقی. از تو گلخونه ی دنیا، میونه تک تک گلها، من به آن میارزم که به من تکیه کنی. به جون هرچی دیوون است،
دلم دیوونه خون است، وسط هر ذره لیلا کجاست که با عشق یک سایه بان به با. تو قبلگاه منی، آخه پناه منی، حال عاشقم آره. نگاهت مثل آینه رو به رومه، تو چشمات قبلگاه آرزوم. عاشقی آوارگی بیچارگی دارد به پی، صبح تا شب این شده کارم که واسه یه چشات بدارم. توی برنامه من گفته بودم به نظر من توانمندترین خواننده یه مرد پاپ ایرانه. خیلی ها بهشون برخورده بود و مخالفت کرده بودن. میخوام به یه چالش دعوتتون کنم. تقریبا تمام اجراهای زنده امید توی اینترنت موجود هست، ما که پیدا نکردیم. ببینم کسی میتونه یک نوت فالش از اجراهای امید پیدا بکنه واسه ما بفرسته یا نه. امید عزیز، حرفی نیست جز این که سپاس به خاطر این همه هنرمند بودن. دوستان برای ما بنویسید شما با کدوم یکی از کارهای امید بیشتر خاطره دارید. این برنامه رو اگر دوست داشتید لایک کنید، کانال یوتیوب رسانه موزیکلند رو هم در صورتی که با محتواش ارتباط برقرار میکنید سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید. اینطوری هم به ما انرژی میدید و هم این که به محض گذاشتن ویدیوی جدید با خبر میشید. اگر هم صلاح دیدید برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. سلامتی و آبرومندی رو واسه تون آرزو میکنم. تا یه قسمت دیگه، خدا نگهدار.